جمعیت الهیون که با عنوان جمعیت الیاسین هم شناخته میشه، مجموعه معناگراست که توسط استاد ایلیامین تیوان خطابی بنیانگذاری شده و فعالیت رسمی خودش رو از سال 1375 شروع کرده. بند خدا هم بیمایته، هر که بعد شنگیتر باشه بیده اینا محرفتر. وقتی بعد دیدی میکنه، اول تسلیم تو، عشق تو، یه قطرش فرطا بده و کیلو برمیداره. بعد شعور تو، فهم تو. ممکنه تو با دو تا دست بگو این تو صورتت، اون تو اون صورتت هم همه خونی بشه خدای من دوست دارم. خداوند گوش میده به قلب تو، در قلب تو چی میگذره؟ گوش میده به مغز تو، چقدر میفهمی تو ای بنده من. برخورد با این جمعیت توسط نهادی امنیتی به اسم اداره ادیان و مذاهب اطلاعات از سال 1385 شدت گرفت و همون الگوی شناخته شده مرسوم تو ایران رو از همون پیروی کرد، یعنی از تهدیدها و احضارها تا تحقیقات شدید رسانه‌ای، و در نهایت منجر شد به 5 دوره دستگیری استاد ایلیا که بین سالهای 86 تا 94 این موضوع رخ داد و در مجموع این دستگیری‌ها منجر شد به گذروندن 400 روز در انفرادی که این زندانی شدن‌ها همراه بود با جلسات متعدد شکنجه‌های جسمی و روحی. همزمان با این دستگیری ها البته تعداد زیادی از اعضای جمعیت هم در دفعات مختلف دستگیر شدند. همزمان با فعالیت های سنگین رسانه و تخریبی که در سراسر کشور بر علیه این جمعیت در جریان بود، در نقطه مقابل با فیلتر کردن نزدیک به 4000 وبلاگ و کلیه سایت های مرتبط با جمعیت و یا اعضای جمعیت سعی کردند که امکان دفاع را از ما سلب کنند. همچنین خطای دیگری از فعالیت اداره ادیان شامل تجاوز به حریم خصوصی افراد، مثلا از طریق شنود احضار افراد به وزارت اطلاعات و تهدید و ترغیب اونها به افراد به همکاری با وزارت اطلاعات و یا مثلا توقیف اموال بود که حالا در یه مورد به شکل مشخص این اتفاق افتاد که آپارتمان همسر منو که در تهران بود به خاطر نوشته‌ها و گفته‌های انتقادی من نسبت به فعالیت‌هایی که اونها داشتن توقیف کردن و البته خب این موضوع فقط منحصر به این مثال خاص نیستش. اداره ادیان و مذاهب یک نهادی است متمرکز در وزارت اطلاعات که به شکل یک مجموعه ستادی کار میکنه، اما یک نفوذ بسیار زیادی در نهادهای مختلف در سطح کشور من جمله صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و بسیاری نهادهای دیگه داره. اتهامایی هم که تاکنون درباره ایلیا مطرح شده خیلی متعدد و پراکنده است و هر بار یک چیزی رو مطرح میکنم، اما اگر که به شکل جمع‌بندی شده بخوام درباره اونها صحبت بکنم، مواردی مثل موارد زیر هستن: اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی جمعیت الهیون، تبلیغ بر علیه نظام از طریق برگزاری جلسات مخفی سخنرانی، تبلیغ پلورالیسم مذهبی و لیبرالیسم معنوی، تبلیغ معنویت منهای شریعت و جدایی دین از سیاست، ترویج علوم انحرافی در جامعه که منظورشون از علوم انحرافی سبکای تفکر و علوم ذهنی جدیده که ما در مجموعمون سعی در ترویجشون داشتیم، تلاش برای تلفیق ادیان و ایجاد دین ارتباطی که این اتهام منشأ گرفته از دکترین ایلیامیم درباره پیوند ادیان و تمدن‌ها و تئوری دین جهانیه، انتشار کتب آموزشی و تفسیری در سطح کشور بدون مجوز وزارت ارشاد، اسلام و معنویت لیبرالی، توهین به مقدسات، اشاعه اندیشه های غیر اسلامی. به عنوان آخرین اتفاقی که رخ داده، دستگیری مجدد ایلیامیم و دو تا از شاگردای ایشونه که در چند روز گذشته یعنی در جمعه 16 مرداد 1394 رخ داد که این دستگیری با یک حالت یورش مسلحانه و به شکلی بسیار خشونتبار رخ داد که البته الان ایشون ظرف کمتر از 48 ساعت آزاد شدن. در مورد وضعیت قضایی و حقوقی هم الان حدود 8 سال از موضوع گذشته، هنوز نه دادگاهی تشکیل شده نه حکمی صادر شده و فقط برخوردها به شکل فرسایشی و همون شکل ادامه داره.